با آغاز سال تحصیلی جدید در بسیاری از کشورهای اروپایی، دولت‌ها و مسئولان آموزشی با اشاره به افزایش حواس‌پرتی دانش آموزان، کاهش عملکرد تحصیلی و افزایش موارد آزار و اذیت سایبری، تصمیم به محدود کردن دسترسی دانش آموزان به تلفن همراه در محیط مدرسه گرفتند. همکارم در گزارش خود این موضوع را بررسی نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می نمایم. با آغاز سال تحصیلی جدید در اروپا، بسیاری از کشورها استفاده از تلفن هوشمند در مدارس را ممنوع کردند تا با معضلاتی مانند اعتیاد به صفحه نمایش و خشونت سایبری مقابله کنند. این روند در کشورهای مختلف اروپایی در حال گسترش است، با این هدف که بهبود عملکرد آموزشی و کاهش حواس‌پرتی‌های دانش آموزان را فراهم کند. در مجارستان تصمیم اخیر برای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در مدارس با اعتراضات گسترده‌ای از سوی معلمان، والدین و دانش آموزان مواجه شده است که این اقدام را روشی کهنه و غیر ضروری می‌دانند. اما با این حال بسیاری از کشورها با هدف کاهش استفاده از زور بین همسالان و افزایش کارایی آموزشی این ممنوعیت را اجرایی کردند، به ویژه آنکه اکثر مدارس از لپتاپ ها برای تدریس استفاده می کنند که نیاز به اتصال به دنیای دیجیتال را برطرف می کند. در هلند این ممنوعیت از مدارس ابتدایی به مدارس متوسطه نیز گسترش یافته است، چرا که دولت نگران است که تلفن‌های هوشمند باعث حواس‌پرتی دانش آموزان شده و نتایج امتحانات آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته در برخی موارد استثناهایی برای اهداف آموزشی، مسائل بهداشتی یا دانش آموزانی با معلولیت‌های جسمی در نظر گرفته شده است. مدارس فرانسوی زبان بلژیک نیز از سال تحصیلی 2024 تا 2025 استفاده از تلفن‌های هوشمند را ممنوع کردند. این تصمیم پس از افزایش گزارش‌هایی از سوء استفاده دانش آموزان از گوشی‌ها برای انتشار تصاویر همکلاسی‌های خود در شبکه‌های اجتماعی و افزایش موارد آزار و اذیت اتخاذ شده است. در یونان دانش آموزان موظف شدند که تلفن‌های خود را در کیف‌هایشان نگه دارند و استفاده از آنها در کلاس‌ها ممنوع است. همچنین فرانسه نیز در 200 مدرسه برنامه آزمایشی را اجرا کرده که دانش آموزان تلفن‌های خود را در کمد قفل کنند و در صورت موفقیت این برنامه در سراسر کشور تا سال 2025 اجرا خواهد شد. کشورهایی مانند آلمان، لهستان، دانمارک، پرتغال و کرواسی به مدارس اجازه دادند که سیاست‌های خود را در مورد استفاده از تلفن‌های هوشمند تنظیم کنند. بسیاری از این مدارس تصمیم به اعمال محدودیت‌های مشابه گرفتند تا محیط آموزشی را متمرکز و بدون حواس‌پرتی حفظ کنند.